زهرا امیر ابراهیمی نامی آشنا در تلویزیون ایران بود، اما آنچه شهرتش را بیشتر کرد فیلمی بود که گفته میشد از روابط خصوصی اوست. این فیلم سیدی پرفروشی شد که در میدانهای شهر فروخته میشد و برای چند ماهی دستگاه قضای ایران را درگیر خودش کرد. اما از همان اول این سوال مطرح شد که آیا کسی که در فیلم است خود زهرا امیر ابراهیمی است؟ خانم امیر ابراهیمی در گفتگوی اختصاصی با آیدین صالحی از خودش گفت و آنچه که در این ماجرا به او گذشت. خب قصه از اونجا شروع میشه که یک فیلمی که به هر حال اسمش گذاشته میشه مستهجن به من منتسب میشه و خب من بازجویی شدم و درباره این مسئله تحقیق شد و بارها همونطوری که به روزنامه ها هم اعلام کردم گفتم که این سیدی به من مربوط نمیشه. از سفری بی بازگشت آمدم، از آن سوی آسمان ها کمکم کن. تا پیش از آن زهرا امیر ابراهیمی بازیگر تلویزیون و سینمای ایران بود. بعد از تلفن دیشب خیلی نگرانتون شدم. امیدوارم زودتر یه خبر خوب بهتون بدم. دیگه از ایران نه. یعنی من اگه برم شما ناراحت میشین؟ حضور در چند سریال پرطرفدار او را به چهره آشنا بدل کرد. اما در جامعه‌ای که زندگی خارج و داخل خانه بازیگران چندان فرقی با هم ندارد، جای تعجب نیست که دیدن زلف بر باد رفته هنرپیشگان زن سرگرمی جماعت بشود. زلف بر باد مده تا ندهی بر باد. سرک کشیدن به زندگی خصوصی دیگران یا ارضای حس کنجکاوی هرچه بود طرفدارانش هم کم نبودند. ناز بنیاد مکن تا نکنی بنیاد. در آن سوی ماجرا اما زندگی یک انسان زیر و رو شده بود. خیلی جاها تلخ بود، خیلی جاها سختی کشیدم، خیلی جاها قصه خوردم. واقعا سعی میکردم تنها واقعا بیرون از خونه نرم. میترسیدم، نمیتونستم پیش بینی کنم که چه اتفاقی قراره برای من وسط جامعه‌ای که این همه حرص داره نسبت به دیدن یک چیزی که اصلا واقعا آخرین چیزیه در زندگی که من میتونم بهش اهمیت بدم، به عنوان یک آدم خارجی از زندگی خصوصی یه نفر دیگه سر در بیارم. هی تحقیق کنم ببینم این بود اون نبود، این واقعا بود یا نبود، اصلا به ما چه. سیدی منصوب به امیر ابراهیمی خیلی زود جای خود را در میان خبرهای رسانه‌های داخلی و خارجی باز کرد. در میان همهمه ناباوری‌ها و اصرارها و انکارها، نگاه‌ها به خبر دیگری هم می‌افتد. خبری چند خطی که از خودکشی او می‌گوید. چرا بعد اینو بنویسن؟ در صورتی که 2 ساعت قبل با من حرف زده بودن و می‌دونستن که من خیلی هم حالم خوبه و اصلا حرفی از خودکشی وجود نداره، دلیلی وجود نداره. این برای اینه که یک احساس عذاب وجدانی رو از شخص من به جامعه منتقل کنن، برای اینکه به مردم بگن که اگر دفعه دیگه همین اتفاق بیفته این تویی که میری خودکشی میکنی. یه خورده با آدم ها مشکل داشتم، به هر حال نمیتونستم خیلی راحت کار کنم. اگر که احیانا با آدم های غریبه قرار بود برخورد کنم، همیشه به هر حال یک گاردی بین من و اونا وجود داشت، برای اینکه من نمیدونستم اونا دقیقا از کدوم دسته از آدم ها هستن و اون آدم ها هم حتما نمیدونستن که من دقیقا چیم، اصلا واقعا من همون موجود ناپاکی هم که ساخته شده. یا اینجا در نگاه هم سایه هایی سایه به سایه بر هم افتاده و بر من. این را در یادداشتی بر نمایشگاه عکس هایش نوشته بود. امیر ابراهیمی که میدانست تا مدت ها حداقل در فیلم های رسمی و دولتی نمیتواند جلوی دوربین برود، حالا خودش دوربین به دست گرفته بود. اما سایه های ممنوعیت و سنگینی نگاه ها باز هم بر سرش سنگینی میکند. که خیلی از مردم دوست دارن فراموش کنن منو و اصلا تمام اتفاقاتی که افتاده و تمام کارهایی که کردم. دولت هم دوست داره این اتفاق بیفته. بارها از این به من گفته شده که تو باید فراموش بشی. ولی من برای چی باید فراموش بشم؟ برای اینکه یادمون بره واقعا چقدر فجایع میتونه تو اون جامعه اتفاق بیفته.
در کوچه های شهر، اما او چهره‌ای نیست که به راحتی فراموش شود. آن فیلم چه برشی باشد از زندگی خصوصی او، چه تهمتی از روی حسادت بدل به یکی از پرفروشترین فیلم های ایران شده. آن هم در جامعه‌ای که کلمه اخلاق از زبان‌ها نمی‌افتد. ستاره‌های سینما و تلویزیون همه جای دنیا مرکز توجهند. ایران هم استثنا نیست. میل به آگاهی از زندگی خصوصی چهره‌های پرآوازه خواه ناخواه در سرشت آدم هاست. اما مسئله این است که چقدر به نام‌آوران حق می‌دهیم تا همانند ما زندگی کنند و در خلوتشان شبیه بیشتر ماها باشند. یک تفاوت در این است که در کشورهایی مثل ایران اگر کسی در زندگی خصوصی ستاره ها سرک بکشد، این خانم یا آقای ستاره است که در جایگاه محکوم می نشیند. متاسفانه ما چون اجازه نداریم هیچ وقت بلند راجب عشقمون حرف بزنیم، راجب زندگی حرف بزنیم، راجب همه اینجور تو مدارسمون به ما آموزش داده نمیشه که اصلا چطور باید برخورد کنی با یک چنین پدیده هایی. و ایناست که باعث میشه باز ما چشممون رو ببندیم و خیال کنیم که در کادر مثلا صدا و سیما یا در کادر فیلم های دولتی و همه اینا، همه اینهایی که ما میبینیم یک سری فرشته هایی هستند که لایه زرق ورق پیچیده شدن، میرن سریالشون رو بازی میکنن، فیلمشون رو بازی میکنن و میرن دوباره میان. اینطوری نیست، همه دارن زندگی رو میکنن که 90% مردم جامعه دارن میکنن. نه تو نباید بگی همینطوری، باید بگی پس چند تا. بعد من میگم 7 تا، تو میگی چرا 7 تا؟ من میگم پس چند تا؟ 6 تا. چرا 6 تا؟ پس چند تا؟ 7 تا. چرا 7 تا؟ برای اینکه اونا 7 تا بودن آقا بزرگ. لای 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 لا 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 lai la 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 lai la 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 lai la 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 la. دائم داشتن آدم ها از هم میپرسیدن که واقعیت داشت نداشت، حل شد مشکل. و من وقتی میگفتم واقعیت نداشت و حل شده، مشکلی نیست برای من اصلا، من حالم خوبه، انقدر خوشحال میدیدمشون که میتونستم بفهمم که واقعا همه اینا یک اتفاقی بوده که میتونست نیفته. تک تک این آدم ها ممکنه در اتفاقی که برای من افتاد دست داشتن، ولی خیلی مهربونن، ولی شاید پشیمون شدن، شاید فهمیدن که یک چنین اتفاقی چقدر میتونه ضربه بزنه به زندگی یک آدمی. و اینا برای من ارزشمنده و این همون چیزیه که دل منو برای ایران تنگ میکنه. لای لای لا لا لای لا لا لای لا لا از آن پاییز که امیر ابراهیمی آن را فصل بدترین خاطره ها نامیده بود، 3 سال می گذرد. او حالا در کوچه های قدم می زند که برایش ناآشناست و نگاهش در نگاه هایی می افتد که از او آن سوال تکراری و سمج را نمی پرسند. آیدین صالحی، بی بی سی. لای لای لا 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 لا.